درود بر شما. 25 تیر ماه 1400 خورشیدی و 16 ژوئیه 2021 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به بحران آب در ایران، بحران زندگی در ایران و چشمانداز این بحران. پرده آخرم آخر برنامه. تهران، شیراز، بابل، بابلسر، آمل، قائم شهر، یعنی حتی شهرهای شمالی، کازرون و همین دیشب در شهرهای خوزستان، در اهواز و در سوسنگرد بستن راه‌ها، اینا شهرهایی بودن در چند روز گذشته که مردم معترض به وضع موجود شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور می‌دادن. ویدیوها رو مکرر در فضای مجازی دیدیم. من فقط دو تا تیکه کوچیک از ویدیوهایی که موقع خاموشی به ویژه، چون مرحله به مرحله این نابود بادها، این مرگ برها، اینها پخش میشه در جامعه و طبیعتاً در برابر در شرایطی که نیروی مطلقه سرکوب هست، در تاریکی شب اول شعارها شنیده میشه. تهران پارس تهران و معالی آباد شیراز. مشکل آب و برق هر تابستون که میشه مشکل اصلی زندگی مردم، غیر از اینکه به کارخونه ها و صنایع لطمه میزنه، زندگی رو فلج میکنه، ضرر جدی میزنه به کسب و کار مردم. وقتی 5-6 ساعت برق بره تو گرمای 40 درجه، گوشت و مرغ سالم دیگه تو قصابی ها و فروشگاه ها نمیمونه، لبنیات همینطور، میوه و سبزیجات و غیره و غیره همینطور. وقتی قطع شدن چند ساعته آب هم بهش اضافه کنی، فاجعه ای میشه که در این دو سه هفته گذشته دیدیم تا این لحظه. حکومت طبق معمول مشکل رو فقط میندازه گردن مردم، میگه مصرف مردم بالاست، فشار میاره این مصرف بالا، پمپ ما داره میترکه. آب بعضی شهرها متاسفانه به برق وابسته است، مثل یزد که بخشی از آب اصفهان از طریق لوله پمپاژ میشه به سمت یزد، برق که قطع میشه موتورهای پمپاژ از کار میفته، انتقال آب به یزد هم قطع میشه. درباره مصرف برق هفته پیش هم اشاره کردم که وقتی آدم مقایسه میکنه میزان مصرف برق در ایران و در کشورهای دیگر رو میبینه که مصرف برق ایرانیا کمتر از متوسط مصرف برق مردم در کشورهای دیگه است، کمتر از متوسط مصرف جهانی است. میبینین اون فقط آبی رو، اون مال ایرانه، حالا این نوشته زیر نمیذاره که ما ببینیم همه اسم کشورها رو، ولی داریم میبینین دیگه. بله، نروژ بیشترین رو داره، همین جایی که الان مهمان محترم برنامه امشبمون در این کشور ساکنن، و بعد قطر، کویت، امارات، آمریکا و کره، عربستان، ژاپن، روسیه و عمان، آلمان، و به هر حال بعد میرسه به ایران و بعدش ترکیه. ایران تا این اواخر برق صادر میکرد، حالا برق وارد میکنه. 20 تیر 1400، مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، با بیان اینکه از ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان برق وارد می شود، گفت صادرات برق به غیر از حدود 50 مگاواتی که به افغانستان انجام می شود قطع است. برق ناچیزی هم که به افغانستان صادر می شود بر اثر ضرورتی است که وجود دارد. و ادامه داد برق از سه کشور ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان به میزان حداکثر 650 مگاوات وارد می شود. افزون بر آن شبکه های انتقال نیز بیش از این مقدار را نمی توانند انتقال دهند. یعنی اگه می شد بیشتر وارد می کردیم. سخنگوی صنعت برق کشور بهترین روش را رعایت مدیریت مصرف دانست. این رعایت مدیریت مصرف منظور این است که باز مشکل مردمند که مصرف کنندند.
عرض کردم تو همین اواخر ایران برق صادر میکرد، حالا محتاج برق وارداتی شده. یه موقع با صرف میلیاردها دلار و دادن این پول به روسیه رفتن سراغ تکمیل کردن نیروگاه آب سبک بوشهر، هنوز تموم نشده قرارداد نیروگاه دوم با روس‌ها بستن تا مثلا به بهانه برق رسانی که در بهترین حالت یک دوره موقت تونستن 2% برق مصرفی کشور رو با نیروگاه بوشهر تامین کنن. مدام هم هی تعطیل میشه، سه ماه حداقل، و با کمترین میزان هم داره کار میکنه. یعنی هیچی. این دست نیاز به کشورهای دیگه دراز کردن در حوزه های اساسی کشور همینطور داره گسترش پیدا میکنه. در بعد نیروگاه ایران باید طبق برنامه ششم توسعه هر سال 5000 مگاوات بر ظرفیت نیروگاه خودش اضافه کنه که سال گذشته تقریبا 33% این ظرفیت دولت تونست به این هدف برسه و در سال‌های گذشته هم نتونسته این 5000 مگاوات رو تولید بکنه. وقتی دولت نتونسته سرمایه لازم رو جذب کنه و نتونسته ظرفیت نیروگاه رو افزایش بده، طبیعی هستش که مشکلات صنعت برق در دوره ریاست جمهوری هم ریاست جمهوری رئیسی هم خواه نخواه ادامه پیدا میکنه. در بخش گاز طبیعی هم اینو باید اشاره بکنم که 70% گاز مصرفی از میدان عظیم فارس جنوبی تامین میشه که میدونیم بین ایران و قطر مشترک هستش. تا چند سال آینده این میدان به نقطه پیک، یعنی نقطه اوج تولید میرسه. اگر تکنولوژی لازم برای جلوگیری از افت فشار تامین نشه، ایران در سالهای آینده برای جبران تولید و برای اینکه بتونه مصرف داخلی رو تامین بکنه مجبور خواهد بود که از کشورهای دیگه هم گاز هم وارد بکنه، و چون پول نداره در واردات هم دچار مشکل خواهد بود. یعنی با حکمرانی اسفناک تولید داخلی از بین میره، برای وارد کردن همون مولدها هم پول و اعتبار نیست. بنابراین چشمانداز درخشان. در مورد بحران آب در ایران، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور، در حال حاضر 282 شهر در شرایط قرمز بی آبی و 101 شهر در شرایط تنش آبی هستند. همچنین بر اساس بررسی های صورت گرفته، حدود 7000 روستای بخش مرکزی کشور نیز امسال با کمبود شدید آب شرب روبرو خواهند شد که باید با تانکرهای سیار آب رسانی شوند. 7000 روستا. تازه این چیزی که خودشون میگن. از بحران آب که میگیم در کشور، یعنی از بحران آب شیرین میگیم، مگر نه آب اقیانوس و دریا و خلیج که نه قابل خوردن، نه همینطوری هیچ مصرفی داره، نه در کشاورزی نه در صنایع. به گفته معاون آب و آبفای وزارت نیرو، به طور میانگی 90% آب کشور در بخش کشاورزی، 7% برای شرب و 3% در صنعت مصرف میشود فقط. هدایت فهمی معاون آب و آبفای وزارت نیرو میگوید البته حدود 90% مصارف آب در ایران در بخش کشاورزی است. 7%ش برای شوربه. 90% کشاورزی. و اگر امسال فکری به حال کشاورزان نشود، کشاورزان حتما برای تولید محصولات زراعی و کشاورزی دچار مشکل میشن که شدن. ما باید به سمت استفاده این حرفایی که هر سالم میزنن. ما باید به سمت استفاده از متدهای علمی مصرف آب در کشاورزی برویم و محصولات کشاورزی را بیمه کنیم. یعنی کاهش یا افزایش مصرف، من اینو گفتم برای اینکه اینو عرض کنم خدمتتون، که کاهش یا افزایش مصرف آب خانگی تأثیر ناچیزی بر بحران آب میذاره. طبق آماری که خودشون میدن 7%ش آب شرب. جمعیت ایران سال 57 تقریبا نیمی شهرنشین بود، الان با طبق آماری که خود اداره آمار جمهوری اسلامی میده نزدیک به 70% شهرنشینه. نابود شده روستاها. 12% از مساحت ایران کشاورزی. 12%. خب میدونید که بخش زیادش کبیره. 90% آب تو بخش کشاورزی مصرف میشه. تو این 12%. چقدر درآمد از کشاورزی هست که 90% آب مصرف میشه؟ حد اکثر در بهترین حالت حدود 10% تولید ناخالص ملی. این یعنی مدیریت فاجعه بار یک کشور بزرگ. بعد برای پوشوندن این مدیریت فاجعه بار میان یه دلایلی علم میکنن که ساده دلانه ممکنه بعضیا بپذیرن. مثلا
تو بیشتر بحث‌ها و نظرات کارشناسی که از حکومتی‌ها و بعضن غیر حکومتی‌ها درباره بحران آب شنیدیم، کمبود بارش باران و خشک‌تر شدن آب و هوای ایران غیر از یکی دو سال 98 و اینا در 15 سال گذشته به ویژه یک دلیل اساسی فاجعه امروزه. بعضی میگن اصلا دلیل اصلی. من یه مقایسه میکنم با بعضی کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس مثل امارات و عربستان و قطر و کلا کشورهایی که میزان بارش باران تو اون کشورها تقریبا صفر نسبت به ایران، قابل مقایسه نیست. اماراتی ها دریافتند که تأمین آب یکی از مهمترین زیرساخت‌های لازم برای توسعه شهرهایی مثل دبی است و برای این موضوع از مزیت دسترسی به آب‌های خلیج فارس استفاده کردند و با شیرین‌سازی آب مشکل خود را حل کردند. این در حالی است که از شیرین‌سازی آب در شهرهای جنوبی ایران مثل آبادان، خرمشهر، بوشهر و چابهار که به سواحل خلیج فارس و دریای عمان دسترسی دارند غفلت شده است و در این مناطق مشکل کمبود آب به شدت احساس می‌شود و این مشکل به مانعی بر سر راه توسعه اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. کشورهایی مثل امارات و عربستان هم در حال حاضر بر بحث آب شیرین کنها متمرکز شدند و سرمایه گذاری کردند و عربستان، امارات و حتی قطر بخش عمده ای از نیاز آبی خود را با استفاده از روش های آر او در خلیج فارس تأمین می کنند. بزرگترین آب شیرین کن جهان در عربستانه که با انرژی خورشیدی کار می کنه. امارات بیش از 50 کارخونه عظیم آب شیرین کن داره. شاید دیده باشین فیلم ها و ویدیوهایی که دولت امارات تهیه کرده، بیشترش رو و پخش هست در فضای مجازی، در جزئیات ساخت این کارخونه های آب شیرین کن. کشورهای منطقه خاورمیانه غیر از ایران و غیر از عراق مشکل آب کشاورزی آشامیدنی که ندارن هیچ، آب صادر هم میکنن. مثل امارات که اصلا کشور صحرایی خشکه، حالا درسته کشور کوچیکی، جمعیت کمی است، فلان اینا میدونیم دیگه. این کشورها 100 سال پیش وضعشون چی بود الان چه جوریه. یکی از دلایل عمده این اوضاع مصیبت بار امروز آب در ایران رو بعضی از کارشناسای خبره در داخل کشور میگن اصلا شیوه حکمرانی علت اصلی است. به اسرار مگوی آب و پشت پرده آب بحث کنم. 30 سال تمام فقط 3% بودجه وزارت نیرو درباره آب زیرزمینی بوده که میگید 700,000 چاه هست و چه میدونم دشتا خوش شد و فلان شد و اینا، برای که توی آب زیرزمینی و کنترل آب زیرزمینی شرکت های گردن کلفت مشاور نمیتونستن برن طرح‌های میلیاردی بگیرن. اونجا پول نبوده. 97% پول آب رفته تو آبهای سطحی، رفتن که سد بسازن چون میلیاردها پشت بودشه، رفتن شبکه بزنن میلیاردها پولشه، صنایع بسیار بسیار بزرگی پشتش چرخیده. یه مافیای بسیار پیچیده حول محور اقتصاد آب در ایران تشکیل شده. همه این جلسات و حرف ها و صحبت ها و از جمله اینی که الان اینجا نشستیم خیمه شب‌بازی است. اینقدر این مافیا پیچیده شده که مثل ماهی که توی آب هست و شنا میکنه، یا مثل ما که تو هوا هستیم و معنی هوا رو نمیفهمیم، بنده و دکتر داوری و علیزاده و اونا معنی اون مافیا رو نمیفهمیم چون داخلش نیستیم، بازیچه اونا هستیم. همون معاون وزیر من که این حرفا میزنم رام نمیخواد بده برم تو اتاقش، اون آقایی که شرکت گردن کلوف داره و صدها میلیارد تومن و چند بلکه هزارها میلیارد تومن تو آب سود برده، اصلا تا پایین آسانسور میاد که این آقا آمد. نمونه از این مافیای آب و در استان البرز میبینیم. از یه طرف میان مسکن مهر میسازن، شهرک سازی مثلا میکنن بدون در نظر گرفتن هزینه و چگونگی تامین خدمات آبرسانی، که دو سه هفته پیش فیلم مفصل، ویدیوی مفصل صحبت‌های یکی از مسئولان دولت روحانی رو در نقد این مسکن مهر پخش کردیم که می‌دانید وقت برنامه رو نمی‌خوام بگیرم، فقط خلاصه‌ش رو عرض می‌کنم که هزینه خدمات برای هر متر مربع مسکن مهر، بارها گفتم، بیش از قیمت خود اون مسکنی است که ساختم، چون از پیش پیش بینی نکردم. خب میان از یه طرف این کنیم، از طرف دیگه آبی که باید برای کشاورزی مصرف بشه
با 10 برابر قیمت میفروشن به تازه به دوران رسیده هایی که ویلاسازی های غیر قانونی حالا میگن غیر قانونی میکنن. اینو میگم برای اینکه ببینین این مافیایی که ازش صحبت شد در کجاها، در ساختمان سازی، در پروژه گرفتن از دولت و بعد اینجا هم در فروش حتی انشعاب آب. بخش عمده ای از مشکلات آب استان البرز به چاه‌ها و انشعابات غیر مجاز مربوط می شود. این دو موزل در حال نابود کردن استان است. از حدود 300 روستای استان امور آب 130 روستا در اختیار آب فای روستایی قرار ندارد و به شیوه های مختلف این امور اداره می شود. به شیوه های مختلفی اداره می شود، نمیگه حالا به چه شیوه هایی و کیا اینو اداره می کنن. ولی مثال انشعابی که در روستا توسط آب فا به قیمت 650 هزار تومان و نهایتاً 3 میلیون تومان واگذار می شود، گاه توسط این آبرسانی ها به 20 تا 30 میلیون تومان فروخته می شود. طبق برآوردهای کلی در این 130 روستا در حال حاضر حدود 3000 انشعاب غیر مجاز وجود دارد. حساب کنید دیگه، 30 میلیون تومان 3000 انشعاب غیر مجاز، 900 میلیارد تومان یه نفر دو نفر میرن، من نمیدونم چقدر میدن به کی که انشعاب غیر مجاز اصلا زیر آب فا نیستن، زیر آب و فاضلاب کشور نیستن. بیش از 1 میلیون چاه عمیق در کشور حفر شده، به طور متوسط هر 2 کیلومتر یک چاه. فدای فرد کارشناس آب میگوید ایران از حدود 50,000 حلقه چاه در سال 57 به بیش از 700,000 حلقه چاه در سال 95 رسیده و پس از سال 95 دلیل کاهش رشد حفر چاه این است که دیگر آب بیشتری برای تخلیه از چاه ها وجود ندارد و کفگیر به ته دیگ خورده و این در یک کلام یعنی برداشت همه آب تجدید پذیر کشور. خب دمکلفت های ویلاساز و ویلادار که هر کاری دلشون میخواد میکنن. باغ دارم طبیعتاً رو دست لاریجانی ها و باغای اطراف ورامینشون نگاه میکنن با چاهای عمیقی که مثلا غیر قانونی زدن به امر معاش شرعی مشغولند. مردم بدبختن که همیشه لطمه میبینن. یه نمونه از دامداری. خانم میترو البرزی کارشناس محیط زیست و منابع آبی میگوید دولت باید همزمان به زیانهایی که کشاورزان و دامداران از بی‌آبی میبینن توجه جدی کند. میترو البرزی میگوید 2 هفته پیش من ماموریت بودم. دامداران آنجا مطرح میکردن که دام ما که به طور عادی 80,000 تومان قیمت دارد به دلیل بی‌آبی و اینکه چیزی نداریم برای تغذیه اینها الان از روی ناچاری 15 تا 20,000 تومان فروخته میشود. یعنی 1/4 قیمت. مراتب به خاطر بی‌آبی سبز نشدن و شاخزنی جنگل های زاگرس برای اینکه دام ها بتوانند از برگ درختان تغذیه کنند به شدت افزایش پیدا کرد. هفته پیش دامدارای شرق استان اصفهان که شرق شهر اصفهان در واقع طرف ورزنه و اینا که شعار میدادن وقتی مسئول نداریم گاو و به جاش میذاریم، دامهاشون رو جلو استانداری در اعتراض به این وضع قربونی کردن. بعد از کلی اعتراض کشاورزی و دامدارا حکومت اعلام کرد از ساعت 1 بامداد یک شنبه آب به اصفهان سرازیر میشود. اسپانیا خوشحال میشن فلان. دم و دستگاه صدا و سیما تبلیغات اساسی توخالی که بله زایند رود پر آب میشود، مردم اصفهان شادمانی را باز تجربه میکنن از این حرفا. آب زایند رود فقط برای 10 روز برای کشاورزی شرق اصفهان است. این چیزی که اعلام کرده. سد نکوآباد یک شنبه باز شد، بعد پلیس و دستگاه سرکوب و اطلاعات و امنیت چون گذاشتن که وقت کسی آب بر نداره. اولویت آب رهاسازی شده تنها برای کشاورزان باغات شرق اصفهان بوده و با این هدف در نظر گرفته شده است و از این رو اکیپ‌های ما در محل مستقر هستند. در جلسه کمیته سازگاری با کمابی استانداری اصفهان روز چهارشنبه 16 تیر ماه مقرر شد که برای رهاسازی آب به سمت شرق اصفهان همه دریچه‌های صنایع، دهانه مادی‌های سنتی و کانال‌های کشاورزی غرب بسته شود تا این بخش‌ها در مدت 10 روز به هیچ وجه آبی برداشت نکنند، که البته دریچه آب فولاد مبارکه هیچ وقت بسته نشده و همین الانم باز به صنایعشون میره که نیاز بهش دارن. بعد وقتی مردم می‌ریزن یقه حکومت رو می‌گیرن، می‌دونین دیگه چرا باز کردن همین 10 روز به شرق اصفهان. بیشترین اعتراض‌ها از کشاورزان شرق اصفهان بوده.
برای اینکه مردم یه مدت ساکت کنن، یه بخشی از اون منطقه بهش آب میدن و چون راه حل اساسی نمیتونن ارائه بدن، این یه راه مقابله با اعتراضات مردم، ببند بعد واکن تا مردم مثلا چند سباهی خوشحال بشن، یعنی تا مردم اعتراض نکنن فشار مدام ادامه پیدا میکنه، وقتی اعتراض میکنن یک چند سباهی یک تغییراتی میکنه و قطره چکونی یه چیزی میدن تا مردم ساکت بشن. این باز کردن صد برای کشاورزای شرق اصفهان برای مدت 10 روز نمونه همین سیاسته. و تازه تو همین اصفهان 80% از کشاورزان شرق اصفهان و پایین دست رودخانه به ویژه از محدوده روستای برسیان تا ورزنه نمیتوانند از این آب استفاده کنند و تنها برای حدود 20% از کشاورزانی که چاه و استخر آب، کشت ریشه‌ای مانند یونجه و دامداری دارند میتواند ثمر بخش باشد. همین کاری که با زاینده رود میکنند با کارون کردن، انتقال آب سرشاخه های کارون به استان های یزد و کرمان برای مصرف صنعتی. بذارین بریم خدمت مهمان محترم برنامه. در خدمت آقای دکتر ناصر حرمی هستیم، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست، که من نمیدونم 7-8 سال پیش در همین برنامه برای اولین بار درباره همین موضوع آب صحبت میکردیم، ایشون هشدار دادن که ایران به سمت سومالی شدن، به بیان ایشون سومالیزاسیون پیش میره. حالا این هشدار رو داریم جدیتر میبینیم، عملا حس میکنیم. خوش آمدید آقای دکتر کرمی عزیز به امشب صفحه آخر. درود بر شما خلوتی عزیز، من خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم، افتخار میکنم. اگر اجازه بدید من در ارتباط با فرمایشات شما و صحبت استاد عزیزم جناب آقای دکتر پاپولی یزدی سه تا نقطه به قول معروف ترمینولوژیک هست بگم. تمنا میکنم بفرمایید باید بارد من یه نقطه شما از اتالی گفتید مدیریت فاجعه بار. این ماجراش ماجرای مدیریت نیست، یعنی جمهوری اسلامی 40 سال پیش یک پروژه اجرا کرده، شروع کرده، میدونسته که این پروژه یک عوارض جانبی خواهد داشت، چون اعلام شده، گفته شده، با دقت گفته شده. و که شما میایید قصدتون اینه که در اون زمان یک کشوری بوده که مثلا 30-40 میلیون جمعیتش بوده و اون 30-40 میلیون پذیرفته بودن نیمی از غذاش بعد از خارج وارد بشه. اون زمان میدونستن ایران ماکسیموم ظرفیت اکولوژیکش مثلا جمعیت 60 میلیون نفریه. همین جمعیت 60 میلیون نفری هم بخش قابل توجهی از غذاش بعد از خارج بیاد. یعنی که ما باید یک اقتصادی داشته باشیم، مثلا خدمات بفروشیم، کالا بفروشیم، ارتباطات داشته باشیم که بتونیم پول اون غذایی رو که قرار از خارج وارد کنیم تهیه کنیم. این یک وضعیتی بوده که همه اطلاع داشتن. اما جمهوری اسلامی قصد داشته جمعیت رو به خیلی بیشتر برسونه، چون سرباز می‌خواسته، چون نمی‌دونم نیروی جنگی می‌خواسته، و این رو از مسیر خودکفایی کشاورزی، یعنی این پروژه خودکفایی کشاورزی که جمهوری اسلامی داره، تمام سیستم‌های توتالیتر مشابه این رژیم هم داشتن. یعنی این همین رو چین اجرا کرده، کوبا اجرا کرده، سوریه اجرا کرده، کره شمالی اجرا کرده، شوروی سابق اجرا کرده. اینها چون میدونن در آینده قرار درگیر بشن با دنیا و میگن اگه ما بتونیم همه غذامون رو داخل خودمون تولید کنیم، میتونیم داخل رو به یک دژ تبدیل کنیم، یعنی که مرزها رو میبندیم، یک میلیتاریسم گسترده‌ای رو توسعه میدیم، نمیتونن به ما حمله کنن، اون داخل هم که خودکفا هستیم، میتونیم غذامون رو خودمون تامین کنیم. پس این دکترین امنیت ماست. اما اینکه این دکترین امنیت به بهای نابودی مثلا تنوع زیستی تبدیل میشه، به بهای نابودی منابع آب تبدیل میشه، به بهای نابودی چشم‌اندازهای طبیعی تبدیل میشه، تو تمام این کشورهایی که من گفتم جنگل‌ها پاکتراشی شدن، کشاورزی ناپایدار توسعه پیدا کرد، منابع آب از مثلا تخصیص پیدا کرد فقط به مصرف انسان، اینها همه هم عوارضش رو دیدن. جمهوری اسلامی هم عوارضش رو دیده. این مدیریت بد نیست. این اهداف، من چی بگم، اهداف ضد سرزمینیه. شما یک اهدافی دارید که سیاسیه، ایدئولوژیکه، مربوط به حکومته، تناسبی با قابلیت‌ها و اختزاعات سرزمین نداره، آنچه که مردم میخوان، آنچه که سرزمین اختزاع میکنه، اینا با اون نداره. نمیشه گفت مدیریت بد. مدیریت بد اینه شما میخواد یک ساختمون خوب بسازید اما بلد نیستید، پس ساختمون رو بد میسازید. اما یه بار از اول شما نمیخواستید یک ساختمون بسازید، زنی میخواستید ساختمون خوب بسازید. یعنی در واقع مدیریت بد رو میشه گفت ناآگاهانه است، ولی این کاملا آگاهانه است و ایدئولوژی. بله بله
اینو جناب فراتی نمیدونم اسمش چی باید گذاشت، اسمش مدیریت بد نیست، اهداف ضد سرزمینی، اهداف ضد کشوری، ضد میهنی، من میتونم اینجوری اسمشو بذارم، چون میدونستن دارن چی کار میکنن و میدونستن عوارض این چیه، چه خواهد شد. بگین تا من سوالم میخوام بگم که خوبه حضرت عالی یادآوری خوبی کردید. 8 سال پیش بنده خدمت حضرت عالی بودم، نصف اون حرفا رو میشم الانم تکرار کرد. همون موقع همه اون هشدارها به قول شما بنده هم نبودن، کسان دیگری هم میگفتن، برنامه‌های دیگری هم میگفتن، اینها یک دونش مگه بهش توجه شده در این 8 سال؟ آقای دکتر، زیر ساخت ها رو اگر در نظر بگیریم که شما میفرمایید که در ایدئولوژی به هر حال اینا آگاهانه میدانند که چه کردن با زیر ساخت ها و این وضعیت رو وجود آوردن، در تمام این سال هم شما همین هشدار رو داده اید، چه کرده جمهوری اسلامی و چه نکرده در این 4 دهه که وضع به اینجا رسیده؟ هر تابستون مردم آب خوردن هم ندارن، حال کشاورزی صنایع اینا که هیچی. چه کرده و چه نکرده؟ این باید و نباید هاشو خواهش میکنم بفهم. من به سوال شما میام، فقط دو تا نقطه مونده از اون بفرمایید. مورد دومش بحران آب، حضرت علی فرمودید. من زیاد میبینم میگن بحران آب، برشکستگی آب. اصلا مسئله اصلی آب نیست. این آب یک مسئله اقتصادیه. یعنی شما پول داشته باشید، مگه قطر آب داره که الان خیلی کمبود آب نداره؟ قطر، امارات کمبود آب نداره، عربستان کمبود آب نداره، ولی مگر اونا آب زیاد دارن یا بارون زیاد میباره اونجا؟ نه، پول دارن، با پول حل میکنن. آب یک مسئله اقتصادی، شما پول داشته باشید همیشه میتونید مسئله آب رو حل بکنید. مسئله کنونی ایران خشکیدگیه، یعنی که ایران داره به یک بیابان گنده تبدیل میشه. عرصه‌های زایا و بارور ایران که هزاران سال مهد تمدن بودن، نمیدونم مهد پناه آوردن اجدان بودن، پناه آوردن اقوام بودن، از جاهای دوردست اقوام فرار میکردن میمدن در ایران پناه میگرفتن، ادیان در ایران پناه میگرفتن، اینجا جایی بوده که سرزمین مقدس چندین دین بوده، میمدن اینجا پناه میگرفتن به خاطر اقتضاعات اکولوژیک مناسبی که اینجا داشته. الان ایران داره به یک بیابان گنده تبدیل میشه، یعنی بیابانزایی بشه، به سرعت گسترش پیدا میکنه، فرسایش خاک به سرعت گسترش پیدا میکنه، عرصه های سابقا بارور تبدیل میشن به عرصه های نازایا، نابارور. به همین خاطر مسئله آب بخشی از این مسئله است، بخش بزرگترش نیست. نکته سوم که جناب دکتر پاپولی یزدی، البته میدونم ایشون منظورهای دیگه ای داشتن، من میخوام اشاره کنم، من توی این ماجرای آب و محیط زیست اینها حقیقتش به چیزی به نام مافیا اعتقاد ندارم. مافیا یعنی این که یک جایی هست که دور از چشم قانون، فراتر از قانون داره عمل میکنه و میتونه قانون رو دور بزنه یا میتونه قانون رو به نفع خودش بزنه. قاعدتا مافیا یه همچی چیزی میاد تو ذهن من، دون کورلئونه و پدرخوانده و اینها میاد تو ذهنم. اما ببینید، اینها هر صدی که ایجاد شده از قبل تصویب شده، از قبل جاش تعیین شده، محلش تعیین شده و رفته اجرا شده. همه این چاها، همه این سدها، اینا هیچیش نه غیرقانونی هم نیستن. حتی مگه مثلا میشه یک جایی هست سدی، الان میشه ما بتونیم بریم شکایت کنیم بگیم این سد غیرقانونی بوده؟ نه، مجوز داره، دولت مجوز داده، دولت زمین داده، همه چیو دولت وام داده، با پول دولت. اصلا مو که دولت پول همه سدها رو داده، دولت همه مجوزها رو داده، این کلمه مافیا اینجا چه کار میکنه؟ یعنی مثلا چه نقشی رو میتونه به عهده بگیره؟ حالا ممکنه بگید اینکه مافیا رو به این پسرخاله‌شون ندادن، به اونی که پسرخاله‌شون دادن، این میشه مافیا، یعنی اون پسرخاله مافیا بزرگتری بوده از اینی که پسرخاله. اما این مسئله ما نیست، یعنی این پسرخاله‌شون با اون پسرخاله‌شون ما خیلی مهم نیست. اون این سده نباید ساخته میشد، این سده به باهای خوشگاندن پایین دسته. به همین خاطر موضوعی به نام مافیا من اینجا نمیبینم، چون همه چیز توسط خود حاکمیت و با نظارت و مجوز خود دولت داره صورت میگیره. پس اینجا نمیشه کلمه مافیا رو اینجا به کار بردیم. اما آنچه که از اتالی سوال شما بود، من ببخشید یه ذره رود درازی کردم. میکنم. بسیار بسیار بهره بردیم و بازم من فکر میکنم اگه فرصت شد سر این مافیا باهاتون صحبت میکنم، ولی بعید میدونم که این وقت کوتاه و خلاصه از بذاریم سر اینجور موضوعهای البته مهم بحث بکنیم، ولی چون میخوایم متمرکز درباره آب بحث بکنیم، دلم میخواد که هر لحظه لحظهش بهره ببریم از دانش و نظرات شما. خواهش میکنم بفرمایید. بله، برمیگردم به سوال از اصابی. این جمهوری اسلامی یک پروژه به سرزمین ایران تقدیم کرده به نام خودکفایی کشاورزی. هدف از این خودکفایی کشاورزی تامین غذای جمعیت ایران همش در داخل بوده.
آن چیزی که الان قانون ششم برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران هست که ادامه اون 5 برنامه قبلیه، درسته؟ و قابل سیاست‌های کلی جمعیت که در قالب همین برنامه ششم تبدیل به قانون شده، یعنی رفته مجلس، یعنی از طرف رهبری ابلاغ شده، یعنی رفته مجلس اون آیین‌نامه‌هاش تصویب شده، اومده دولت ابلاغ کرده به نهادهای زیردست. طبق این قانون جمعیت ایران باید بشه 150 میلیون و 96% غذای این 150 میلیون هم باید در داخل ایران تامین بشه. نتیجه میشه همون کاری که این کیم ایل سون شروع کرد و بعد این کیم ها در کره شمالی انجام دادن، یعنی تمام اراضی شیبدار رو تبدیل به کشزار کردن، تمام درختزارها رو قطع کردن تبدیل به کشزار کردن، همه جا سد زدن، همه جا چاه زدن که بعد کشور آسیب پذیر شد تو اون سیل دهه 90، کشور ویران شد، کاملا ویران شد، کره شمالی دیگه به یکی از بدبخت‌ترین و فقیرترین کشورهای دنیا تبدیل شد. میدونید بعد از اون دهه به ظاهر رونق دهه اخیر آن کاری که جمهوری اسلامی کرده دقیقاً این بوده. اون کاری که باید میکرده و نکرده رعایت اقتضائات اکولوژیک سرزمین، این خیلی مهمه، و دوم اولویت قرار دادن توسعه و رفاه، کاری که باید جمهوری اسلامی میکرده و نکرده. هرگز توسعه و رفاه اولویت جمهوری اسلامی نبوده. جمهوری اسلامی یک اهداف ایدئولوژیک داشته که این اهداف ایدئولوژیک فقط با میلیتاریزه شدن کشور به هدف میرسیده. بخشی از این میلیتاریزه شدن ایران همین پروژه خودکفایی کشاورزی بوده که تحمیل شده به سرزمین و نتیجه اون وضعیت موجود است. ببینید صد مثلا مقایسه کردین با کره شمالی و اشاره کردین به صد سازی که همین قسمت رو من میخوام حالا یه بخشی از بحثمون باشه که سال 57 بهتر میدونید که کمتر از 20 تا صد داشتیم، 19 تا صد فکر میکنم داشتیم. امروز صحبت از بیش از 200 صد و نزد در ایران میگن 200 و حالا به بهره برداری رسیدنش رو عرض میکنم. نه هم به بهره برداری ها رسیده ها هم بیشتر از 1000 تا صد. بیشتر از 1000 تا؟ بله بله. خب ببینید آمارها در ایران چقدر شفافه، این در همه جا در همین حد. خب که مثلا 175 شد بهره برداری تا سال فلان رسید فلان. بیشترین صدها هم در میگن در دولت دهم ساخته شده، دولت دوم احمدی نژاد. طبق آمار رسمی جانم بیشترین صدها در دوره آقای رفسنجانی رفسنجانی ساخته شد. بله آقای هاشمی مجوز گرفته یا حالا بعد این خیلی به شدت شیب تندی گرفت در دوره آقای خاتمی و دوره آقای احمدی نژاد دقیقا ادامه اون پروژه های آقای خاتمی. خب بعد من نمیدونم بازی آماری که میگم درسته یا غلطه، آمار رسمی که میدن میگن فقط نه ادامه رو عرض میکنم بله که میگن 7% برق ایران از صدها تامین میشه، درسته؟ خب برق هیدرو الکتریک ایران یه چیزی الان متفاوته، 9.5% میگن 7% زیر 10%. خب زیر 10% آفرین. خب یعنی به هر حال حالا آمارهای درست درمونی که نمیدن که بشه دقیق محاسبه کرد، یعنی در بالاترین آماری که دادن به فرمایش شما میگن که 10% و من یکی دو جام دیدم حتی تا 15% در بهترین شرایط برق ایران میگن نیروگاه‌های برق آبی هم هیدرو الکتریک تامین میکنن، یعنی از 100 نه قطعا زیر 10% زیر 10%. خب با توجه به اینکه زیر 10% خود من از رسانه‌های جمهوری اسلامی عرض می‌کنم خدمت شما، با توجه به اینکه میزان انرژی برق‌آبی حالا زیر 10% شاید نتوان هدف تأمین انرژی را هدف اصلی مناسب برای تأسیس یک سد در کشور دانست، این در حالی است که ذخیره آب توسط سد در یک کشور کم آب و خشک و رهاسازی آن برای تولید برق علی‌رغم وفور سوخت‌های فسیلی چندان صحیح به نظر نمی‌رسد. و باز من همین دیروز داشتم می‌خوندم آماری که بود که نوشتن تو همین سدهای موجود هم نیمی از سدها آب ندارن دیگه در ایران. اصلا چرا سد سازی شده؟ این بحث سد از اول، حالا فرمایش شما در کره شمالی هم یکی از ابزار مهم استفاده برای اینکه مثلا به خودکفایی کشاورزی برسن این بود. خب چرا سد میسازن تو ایران؟ چرا سد ساختن تو ایران؟ یک جنبش همون بحثی است که شما میفرمایید که مافیا نیست، حکومت، یعنی در واقع حکومت مافیا، من می‌خواستم اینو بگم بهتون، یعنی حکومت که اسمش میذاره قانون ولی همون پدرخوانده آقای مارلون براندو میاد حکومت میکنه، خودش سواره، مثل بانک سواره بر سیاست. حالا اون بحث ما بذاریم کنار،
به هر حال بزرگترینشون سپاهه که سد سازی کرده. آیا حالا ما جدا از بهره پولیش میگیم، آیا توجیه علمی هم دارد آقای دکتر کرمی؟ ببینید باز من در مورد سدسازی الان از تالی گفتید سپاه، به نظر میاد که اینجوری بوده که سپاه مثلا دوست داشته پول به دست بیاره، گفته من برم سد بسازم که پول بیارم، زور گفته مثلا به زور. نه اینجور نیست، یعنی که کل حاکمیت تصمیم داشته من تاکید میکنم بیاره جمعیت رو بکنه 150 میلیون نفر، 96% غذای ایران این رو در ایران تولید بکنه. ایران کشور برخلاف حالا اونچه که تبلیغات میشه و اینا، ما کشور خیلی از نظر جغرافیایی و اقلیمی کشور مثلا برگوباری نیستیم. یک پنجم مساحت ایران بیابان مطلق، یعنی اصلا تحت شرایطی آب هم باشه نمیشه اونجا کشاورزی کرد محصولی به دست بیاره. نزدیک 3/5 مساحت ایران بیابانه، 1/5 بیشتر کوهستانه. ما عرصه زیستی ایران عرصه محدودیه. اینها میخواستن یک قطره آب وارد اون بیابونا نشه، جایی نره، همش بیاد صرف کشاورزی بشه. هر جای یک کف دست زمین بایری هست برن اینو تبدیل کنن به حساب کشزار تا بتونن برسن به اون هدف نهاییشون، تامین غذای 150 میلیون نفر داخل کشور. هدف از صد این بوده. حالا اینکه صد رو دادن به سپاه بسازه، صد رو دوره خاتمی دادن به حزب مشارکت بسازه، بعد دوره احمدی نژاد دادن به سپاه بسازه، اینا به نظر من جزئیات حاشیه است. خب بله حاشیه است. خب اما اصل موضوع اینه که مجسمی همون عرض کردم هدف ایدئولوژیکی داشته و اون هدف ایدئولوژیک برمیتابیده که اینها یک قطره آب از آسمون میباره نذارن بره توی طبیعت، بیارن به زور بفرستنش تو زمینه کشاورزی. این میشه سدسازی. اگه یک قطره آب زیر زمین هست اونو بکشن بیرون باز بدنش به زمینه کشاورزی تا بتونن به اون هدف برسن. خب چرا نرسیدن؟ چرا برعکس رفتن؟ نتیجه چرا این شده که الان داریم میبینیم؟ این مسیر غلط رو میگم، همه این سیستم های توتالیتر دهی کردن. یعنی اونها فکر میکنن ببینید رفتار است. من الان یک کاری که اینجا دارم میکنم، یک کتابی من دارم مینویسم، یک پروژه دارم برای یک نهاد دولتی در نروژ، کار من الان عمدتا اینه به نام رابطه توتالیتریسم و محیط زیست، اینکه در سیستم های توتالیتر چه بلایی سر محیط زیست میاد. اونها همین رفتاری رو که با انسان دارند با طبیعت هم دارن. یعنی فکر میکنن همینجور که میتونن توده مردم رو به یک حجم بیشکل فاقد فردیت تبدیل کنن، همه آدم ها یه جور فکر کنن، یه جور غذا بخورن، یه جور موسیقی گوش بدن، همه آدم ها یک شخص رو بپرستن، همه آدم ها یک ایدئولوژی رو نمیدونن بپرستن، اینها همون کارم با طبیعت میکنن. فکر میکنن همه طبیعت در خدمت اینه که گندم تولید کنه، اون جمعیت گندم میخوان و برای این به ابزارها متکی میشن. این تحمیله، مثل اینه که شما همه آدم ها میان در چیزی به نام تربیت یک چیزی رو تحمیل میکنن به بچه. خب الان ما میدونیم که خیلی از این روش های تربیتی غلطه، درسته، ولی انجام میدن چون همین تربیت بچه یک امر توتالیتریستیه، چون از چیرگی میاد، میخواد شما چیزی رو به چیرانید بر چیز دیگری، میخواد خودتون رو، ایدتون، هدفتون رو غلب تحمیل کنید به یک بچه. برای حتی مثالی که من زدم بیشتر الان ممکنه بگن خب این که مثبته، حالا قابل بحث میشه جای دیگری در موردش صحبت کرد، اما اونها سرزمین رو همینجور میبینن. یعنی سرزمین رو یک موجود بی انضباطی میبینن که برخلاف آن که باید گندم و برنج تولید کنه همینجوری داره مثلا نمیدونم جنگله به چه در میخوره و میخوان اینو بهش تحمیل کنن. این برمیگرده به اون بخشی از اون نقطه کور چیز ذهن انسان که فکر میکنه خودش رو میتونه به طبیعت تحمیل کنه. طبیعت در کوتاه مدت البته تمکین میکنه، کوتاه میاد جواب میده. همین تو همین کشورام هم بوده. شما ببینید رشد کشاورزی دهه 60 در چین، دهه 70 در سوریه، دهه 70 در کره شمالی، اینها رو ببینید. تولید پنبه در مثلا صحرای قرقوم اون رشدش رو ببینید تو دهه 60. ولی بعد همه اینا فرو میریزن، فرو میپاشن. ایران هم همین جوره. شما ببینید آمارها رو ببینید، بله میگم به نسبت قبل از سال 57 سطح زیرکش اونقدر بوده شده، اینقدر تولید کشاورزی اونقدر بوده شده، اینقدر همین عددا چقدر مثبته. اما اینها به بهای خشکاندن ایران و بیابان شدن ایران به دست اومده. آقای دکتر، یک موضوع دیگری که ما همیشه شاهدش بودیم مسئله تندبار هاست و راه افتادن سیلا. بهار و پاییز معمولا اگر بارون زیاد بزنه سیل جاری میشه همیشه، حالا در کشورهای دیگه گاه میبینیم این وضعیتو،
ولی در ایران تقریبا در این 20 سال به ویژه در 15 سال گذشته یه امر عادی شده، نمیشده و نمیشود از این بارانها بهره وری بشه. نکته اول، ببینید این که سیل یک رخداد اقلیمی، سیل در یعنی در دوره‌های رخ میده، تناوب داره و خب نمیشه گفت لزوما هم بده. یعنی طبیعت با ترکیبی از سیل، پرسالی، ترسالی خودش رو وفق بده. اما ما که از اون به اصطلاح سیل، تعداد سیل ها، تعدادشون، شدتشون و وسعتشون افزایش پیدا میکنه، ما با یک وضعیتی روبرو هستیم که منجر به تغییر چشم‌انداز میشه. این میتونه عامل طبیعی یا تغییر اقلیم داشته باشه یا میتونه عامل انسانی داشته باشه. تعداد سیل‌های بزرگ در ایران الان تقریبا به طور متوسط بگم 10 برابر شد. یعنی قبلا هر 10 سال یک بار ما سیل ویرانگر و مرگباری در یک گوشه از ایران داشتیم، تقریبا الان هر سال داریم یه بود حداقل. این که چرا سیل‌ها زیاد شده برمیگرده به همون پروژه خودکفایی کشاورزی، به خاطر اینکه پوشش‌گیاهی از بین رفته، فرسایش خاک بوده، بیابانزایی بوده، خاک نمیتونه به اصطلاح بارش رو در خودش نگه داره اینها، و نتیجهش وقوع یعنی بر مساکن، توسعه مساکن در مسیل‌ها، یعنی جاهایی که مثلا هر 50 سال یه بار سیل میاد، حالا چون 40 سال نیومده میگن اینجا خود بریم خونه بسازیم، سیل میاد بعد میگن چه نمیدونم طبیعت نامرد و بی‌رحم، در حالی که نه معلوم بوده میاد اینجا سیل. هر روز هم سیلی که توی شیراز اومد، اون سیل کاملا طبیعی و دورانی بوده، همیشه هم میومده، ولی چون اومده بودن مسیر رو مسدود کرده بودن و در مسیر مسیر ساختمان سازی کرده بودن، اون فاجعه شد چقدر از همیهنان ما کشته شدن. به هر حال سیل یک پدیده اقلیمیه، اما آسیب پذیری در برابر سیل یک پدیده انسانی، انسانی که خودش رو در معرض اون قرار میده و آسیب میبینه. و چگونه میشود از این بیشترین استفاده رو کرد از سیلی که الان میگم آن سوی خشکسالی در ایران هست، هر سال با این پدیده روبرو میشه؟ این اول اینکه ترسالی، من میگم سیل رو در یه حدیشو باید پذیرفت، یعنی اینکه یک پدیده طبیعیه باید باش کنار اومد، نمیشه با پدیده های طبیعی. نه من میگم وقتی که ما خشکی داریم، کم آبی داریم، حالا با تمام مسیر ایدئولوژیک کارکرد جمهوری اسلامی در این 14، ولی آیا می شود در همین چارچوب از این سیل استفاده بهینه کرد؟ نه جان خلعتی، اگر کسی به من بگه مهمترین مسئله ایران چیه، من میگم از دست رفتن رطوبت خاک. اگر بگن مهمترین وظیفه یک ایرانی چیه، من میگم تلاش برای بازگرداندن رطوبت به خاک. یعنی خاک ایران داره میخشکه، از بالا نمیذارن، سد میذارن، نمیذارن آب بیاد برسه بهش، از پایین هم چا میذارن آبو میکشن دیگه. این میمونه میخواد خاک فرسوده میشه، میپوسه، بعد بافتش فشرده میشه، در نتیجه فشرده شدن این بافت بیابانی میشه، یعنی اگه حتی بدن آبم بیاد دیگه نمیتونه جذب کنه و این تبدیل میشه به سیل. حالا ما برای اینکه سیل کمتر بیاد و برای اینکه از سیلی که داره میاد استفاده کنیم، باید شرایطی رو به وجود بیاریم که اون سیلاب فرصت نفوذ به داخل زمین پیدا بکنه. اینها یک روشای داره، آبخیزداری و آبخانداری و اینها، میشه با اون کارا باعث شد که یک سیل کمتر بیاد، شدتش کاهش پیدا کنه، دو خاک رطوبت جذب کنه به خودش، که اون هر دوتاش به قول معروف برای احیا و اون نوزایی اکوسیستم های ایران لازم هست. خب ببینید همین نمونه هایی که ابزار کاری که در واقع شما اشاره وار فرمودید، تجارت نیوز که خیلی روی این موضوع کار کرده در ایران، خودتون بهتر میدونید، نوشته است که جمهوری اسلامی که دوراندیشی کنه میتونه بحران آب حل بکنه در ایران. میگه بر اساس داده های گزارش مؤسسه منابع جهان در سال 2019 میلادی، ایران اتفاقا در زمره کشورهایی است که با هزینه البته به نسبت بالا قادر است در مدیریت منابع آب خود به سطح پایداری برسد. بر اساس محاسبه این مؤسسه 30 میلیارد دلار معادل 500 میلیون بشکه نفت است و این ایران باید سالانه 50 میلیون بشکه نفت صادر کند با قیمت هر بشکه 60 دلار تا بتواند بحران آب را حل کند. 50 میلیون بشکه نفت برای اقتصادی که روزگاری روزی 2 میلیون بشکه نفت صادر میکرد چندان زیاد نیست. خب و 30 میلیارد دلار در یک دهه برای کشوری با 84 میلیون نفر جمعیت که روی هم رفته بالاترین ذخایر نفت و گاز در جهان دارد، نباید چندان دشوار باشد. نظر شما چیه آقای دکتر؟ آیا فکر میکنید امکان پذیر هست این راه حل یا راه حل های مشابه، به هر حال استفاده از ابزارهایی هم که شما فرمودین و پول لازم داره همونطور که میفرمایید، آیا
آیا این شرایط در چارچوب جمهوری اسلامی هست یا باید خلاصه منتظر ظهور ولی عصر باشیم و پس جمهوری اسلامی؟ خواهش می‌کنم. اغلب من اینجور مطالب رو که در رسانه‌های داخلی ایران منتشر میشه می‌خونم. اولا که تقلیل موضوع، دوم من نمی‌خوام از اون پارادایم به اصطلاح مدیریت سازه‌ای بیان بیرون. الان میگه که این پول 30 میلیارد رو میخواد چیکار کنه یا 5 میلیارد دلار رو، میگه بدید تا بیشتر سد بسازیم تا بیشتر چال بزنیم. اغلب حرفشون اینه، مثل اینه که یک معتادی داره درد میکشه، بگیم خب باید بهش هروئین بدیم تا حالش خوب بشه. بله هروئین هم میدیم حالش خوب بشه، مهم موقتا حالش خوب بشه. این باید بره اون چیزی رو که از ابتداش غلط شروع کرده، یعنی معتاد شدن به هروئین، بره اون رو درمان کنه. ما باید ببینیم که ایران کشوری نیست که توش بشه غذا و 150 میلیون تامین کرد. ما باید بدونیم که طبیعت ایران اولویت های خودش رو داره. الان حجم آب تجدید پذیر ایران کمتر از 100 میلیارد متر مکعب، طبق استانداردهای محیط زیستی کمتر از 40 میلیارد متر مکعب این سهم انسان، 60 میلیارد متر مکعب باید بره توی طبیعت. الان کمتر از 10 میلیارد متر میره توی طبیعت. یعنی 40 50 میلیارد متر مکعب آب که ما داریم میدزدیمش، ما یعنی حکومت جمهوری اسلامی میارش توی جایی که انسان میخواد استفاده کنه. همه اون زیستمندانی که توی طبیعت دارن میمیرن، اینکه ما 95% حیات وحشمون از دست دادیم، اینکه تالاب‌ها میکشتن، رودخانه‌ها میکشتن، دشت‌ها میکشتن، موجودات زنده همه دارن میمیرن، مال این غارته. یعنی یک آبی بود اونا با دهان باز تشنه منتظر بودن بیاد، ما نمیذاریم بره اونجا. اگر اون پولی که اینا میگن قرار صرف این بشه که بگیم خب این صدا چاها چیکار داره میکنه، چرا جمهوری اسلامی نمیتونه اینا رو تعطیل کنه، چون به میلیون ها نفر اینا داره شغل بده با این کار، اگه صرف ایجاد اشتغال بشه، مضاعف سازی فرصت‌ها یا معیشت‌های اقتصادی تو مناطق روستایی بشه که اینها بتونن رفع اثر کنن از این سطح‌ها و چاه‌ها خیلیش، خب بله این خیلی خوبه اگه این باشه. اما اگر قرار باشه که منجر به تداوم وضعیت موجود، تداوم سیاست‌های غلط موجود باشه، خب نکاری نخواهد شد. آقای دکتر، خیلی صحبت از این است که خشکسالی، کاهش بارندگی در 15 سال گذشته، همینجوری شیب به جز سال 98 فکر میکنم، و سوالم اینه اگر کاهش بارندگی نبود آیا ایران با مشکل کمبود آبی که امروز در این چند سال اخیر به ویژه مواجه بوده نبود؟ جناب فلاتی، کاهش بارش در ایران، من با وجودی که می‌دونید که خیلی سال‌هاست تاکید می‌کنم تغییر این کاهش بارش خشکیدن ایران چیه، اما کاهش بارش 20% بر کاهش حساب آب در دسترس ایران تاثیر داشته. اما مشکلی که من از کردم، یعنی مشکل ما اختلاف بین 60 میلیارد متر مکعب و 10 میلیارد متر مکعب، یعنی باید 60 میلیارد متر مکعب آب بره توی طبیعت ولی 10 میلیارد بره. این 50 میلیارد اینا که داره توسط انسانه. اون کاهش بارش فقط میتونسته، ما این آب تجدید پذیر ایران الان میتونسته به جای 100 میلیارد متر مکعب میتونسته 120 یا 30 میلیارد، 130 ماکسیمم در بهترین شرایط میتونسته 130 میلیارد متر مکعب یا 120 میلیارد متر مکعب بشه، الان شده 100 میلیارد متر مکعب. اما مسئله اصلی اینه که اون 100 میلیارد متر مکعب دست کم 50 میلیاردش داره غلط استفاده میشه. پس نقش انسان 2-3 برابر مهمتر و مؤثرتر از نقش پرسالی و کاهش بارش بود. آقای دکتر، بر تقدیر من از صحبت شما نتیجه میگیرم که در، یعنی تا در بر این پاش نمیچرخد، خلاصه مطلب جمهوری اسلامی یعنی ایدئولوژی حاکم بر این حکومت، این اوضاع سیر به بدتر شدن دارد و خب دیگه چه خواهد شد دیگه باید دید چه خواهد شد، ولی تأثیر سیاسی و اجتماعی که این وضعیت میذاره و گذاشته، این وضعیت نبود امکانات مناسب زیستی در روستاها برای مثال، عدم توازن توسعه در شهر و روستا همینجوری پیش اومده و بالا وضعیت آب هم یکی از همین موضوعهایی است که شما فرمودین در واقع آب یکی از بخشی از موضوع وضعیت امروز در واقع نابودی سرزمینی، این مهاجرت هایی که در واقع در اثر این وضعیت موجود از روستا به شهر یا از منطقه به منطقه دیگه در کشور به جستجوی آب و زندگی بهتر،
و به جستجوی زندگی هستن، به جستجوی زندگی مدرن، به جستجوی حالا نسبت به روستا. این چقدر آقای دکتر به مبدأ لطمه زده و میزنه؟ مبدأ جایی که این هایی که در روز خود روستاها و روستاییان، و چقدر به مقصد لطمه زده و میزنه به شهرهایی که اینها الان 13 میلیون آماری که میدن حاشیه نشین شهرها داریم. خواهش میکنم. این پدیده مهاجرت در ایران رو به سه جا میشه تقسیمش کرد که هر کدومش یک به اصطلاح یک عارضه اصلی داره. تو روستاها اولین سنگرها در مقابل بیابانزایی هست، یعنی روستاییان هستن که با کشت و کاری که میکنن، با فعالیتی که میکنن، مانع از هجوم بیابان به سمت به اصطلاح مناطق نیمه بیابانی یا مناطق غیر بیابانی میشن. مسئله بیابانی شدن 2000 سال مسئله ماست، ما قربانی بیابانی شدنیم. قطعا زمان هخامنشیان که یا زمان اشکانیان یا زمان ساسانیان ما شرایط زیستی خیلی بهتری داشتیم که بعد این افت منجر به این وضعیت شده. روستاییان که روستا رو ترک میکنن اولین سنگر در مقابل بیابانزایی از بین میره. بعد اینا میان شهرها، تو شهرها شهرها نمیتونه اینا رو با آغوش باز بپذیرن. یک استکاکی رخ میده، اون دیگر پذیری و شکیبایی تاریخی ما از بین میره، یک جای ناامنی میشه فضای شهری ایران. بعد یک موج مهاجرتی شکل میگیره، یعنی نخبه های شهرها میرن خارج. به اصطلاح میگن کوچ در ایران یک فرآیندی است که از کوچ مهاجرت از کوچ شروع میشه به لس آنجلس. ما یک دیاسپورای بزرگ ایرانی داریم که به واسطه مسائل امنیتی این ارتباطی هم با مادر سرزمین مادر نداره، کمکی هم به سرزمین مادر نمیکنه چندان. این خروج نیروهای نخبه و سرمایه های انسانی رو دامن میزنه و به همین شکل ما وارد یک سیستم قهقرایی میشیم که همون مرگ سرزمینی و تخریب سرزمینی. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر ناصر کرمی که امشب در خدمتتون بودیم. همه مسائل حل شده، فقط یه موضوع مونده. بریم پرده آخر. امام زمان سایه ندارد. شیعیان شنیده بودید؟ حدیث گفتم براتون ها، از قدیمی ترین منابع، مال 11 قرن پیشه، امام زمان سایه ندارد. میدونستید؟ خب نه دیگه، بهتون نگفتن. شب و روزگار خوش.